سلام، من آرشم، اینجا کانال پرشن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید و در این قسمت میپردازیم به حکایت شانزدهم از گلستان سعدی. خب رسیدیم به حکایت 16. بنابراین اگر 15 حکایت قبلی رو که با هم خوندیم و تحلیل و تفسیرش کردیم رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستشون بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. یکی از یکی زیباتر هستن. سعدی تیزبینانه در قالب داستان‌ها و حکایت‌های کوتاه پند و اندرزش رو به گوش ما رسونده که چقدر خوبه بهش توجه بکنیم. و اما حکایت 16 که اگه ندونید فکر میکنید سعدی پیشگو بوده حقیقتاً، و اگر همسنگ بدونیدش با عصر کنونی بهتر متوجه منظور سعدی خواهید شد. بریم سراغ حکایت. یکی از شخصیت‌های محوری این داستان خود سعدی است. میگه یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمیارم. فاقه به معنی نیازمندی هست. میگه یکی از دوستان من یه روزی به من رجوع کرد و خب کمی از شرایط نامساعد و ناسازگار روزگار برای من صحبت کرد و گفت من درآمد اندکی دارم و خب عهد و عیال دارم، زن و بچه دارم و بسیارم هستن، نمیرسه، دخل و خرج من با هم نمیخونه و دیگه طاقت بار سنگین نیازمندی رو هم بر دوش خودم ندارم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در هر آن صورت که زندگانی کنم کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. و میگه بارها در دل من و در ذهن من اومد و متبادر شد که بابا من برم جای دیگری و شروع به کار بکنم، برم جای دیگری زحمت بکشم، شاید درآمد بیشتری داشتم، زن و بچه منم اینجا زندگی بهتری میداشتن. اما بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. سعدی برامون میگه، میگه گرسنه های بسیاری شب رو با گشنگی سرشون رو زمین میذارن و میخوابن و کسی هم خبر نداره ازشون و چه بسا جان به لب آمدگانی در غربت هم هستن، کسی نقل مکان هم میکنه، در غربت سختی میکشه و ممکنه حتی بمیره، جان به لبش بیاد و حتی کسی خبر نداشته باشه که برای او گریه کنه. بگذاریم. این دوست سعدی که اینها رو بهش گفت، گفت بارها در ذهن من اومد که من نقل مکان کنم، برم خودم جای دیگه ای اونجا کار کنم که زن و بچه‌م اینجا در آرامش باشن، اما خب نکرده بود دیگه. دلیلش چی بود؟ باز از شماتت اعدامی اندیشم که به طعنه در قفای من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند که حالا میخونم براتون. مبینان بی مروت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی، که آسانی گزیند خیشتن را زن و فرزند بگذارد به سختی. میگه خیلی تو ذهن من اومد ولی بازم از شماتت دشمنانم میترسیدم، از شماتت اعدا میترسیدم، میترسیدم که منو قضاوتم بکنند و به طعنه در قفای من بخندند. و این در قفا خندیدن یعنی پشت سر خندیدن، طعنه هم یعنی سرزنش کردن و شماتت کردن مجددا. میگه میترسیدم پشت سر من به من بخندن، منو قضاوت بکنن که خودش رفته یه جایی که راحت زندگی بکنه اما عهد و عیالش و زن و بچه‌ش رو در سختی گذاشته و این رو بر عدم مروت حمل کنن. اینجا عدم مروت یعنی ناجوانمردی، چون مروت خودش معنای جوانمردی میده و دو بیت بعدی هم تصریح میکنه همین رو. مبینان بی مروت را که هرگز نخواهد دید روی نیکبختی. میگه میترسم پشت سر من اینا رو بگن، بگن اون آدم بی مروت ناجوان مردی که زن و بچه‌شو اینجا گذاشته، خودش رفته پی عیش و عشق و حال خودش، هیچ وقت روی نیکبختی نمیبینه، که آسانی گزینت خیشتن را، که میخواد خودش راحت زندگی بکنه، زن و فرزند بگذارد به سختی و میخواد زن و بچه‌ش رو تو همین شرایط رها بکنه. میترسیدم منو اینجوری قضاوت بکنن و ندونن که این سعی من در حق همون عهد و عیالمه، دارم میرم که به اونا رسیدگی بکنم. خب حالا چرا اینا رو داره به سعدی میگه؟ و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم، که اگر به جاه شما جهتی معین شود که موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از عهده شکر آن به در نتوانم آمد. خب سعدی جایگاه ویژه‌ای داشته، در دیوان و دربار پادشاه تردد داشته، بالاخره مراوداتی داشته، ارتباطاتی، کانکشن هایی داشته و این آدم، این دوست سعدی هم که میاد ازش درخواست میکنه به همین واسطه است.
میگه من در حساب و کتاب اونقدی سرم میشه که اگر شما با این جاه و جلال و این ترددی که در دربار داری بتونی بری و برای من یک جهتی معین کنی، یعنی کار من رو راست‌وریز کنی، منم یک کاری در دربار بگیرم، از حساب و کتاب انقدر میدونم که هیچ وقت تا آخر عمر نمیتونم شکر این نعمتت رو در حقیقت ادا بکنم، از عهده شکرش به در نمیام. اگه بتونی کاری برای من جور بکنی در دربار که موجب جمعیت خاطر من باشه، جمعیت خاطر یعنی آرامش خاطر، از پریشانی من کم بکن. گفتم عمل پادشاه دو طرف دارد، امید و بیم، یعنی امید نان و بیم جان، و خلاف رای خردمندان باشد بدین امید در آن بیم افتادن. میگه منم رو کردم بهش گفتم که ببین عمل پادشاه، عمل پادشاه یعنی اینجا خدمت در دربار پادشاه، این عمل پادشاه صرفا عملی که خود پادشاه انجام میده نیست، شغل دولتی. میگه این دو طرف داره، این یه سکه‌ایه که دو رو داره و تو یه روش نمیبینی، یکیش یه امید داره و یک بیم و ترس داره. امید که امید نانه، خب بالاخره ممکنه به مال و منالی برسی، وضعیتت بهتر میشه، پادشاه بالاخره دربار پادشاه دیگه، رسیدگی بهت میکنه. اما از طرف دیگه بیم جان هم داره که حالا جلوتر بهش اشاره میکنه. میگه پادشاه که تلون تب داره، یه روز خوبه یه روز بده، و خب مخاطرات دیگری به غیر از تلون تب پادشاه هم درگیرش خواهی شد. اینجوری نیست، یعنی یک بیم جان داری و یک امید درآمد و مال داری، و خب این کار خردمندان نیست، این فکر از آن خردمندان نیست که به واسطه اون امید درگیر این بیم بشن. بدان امید در این بیم افتادن، به خاطر پول و مال و منال خودتو بنزی در ورطه‌ای که ممکن ازش نتونی بیرون بیای. کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده، یا به تشویش و غصه راضی شو، یا جگربند پیش زاغ بنه. بسیار زیباست. میگه کسی در خونه درویش نمیاد که بیاد باج و خراج بده، بیاد مالیات مملکت رو بده، چیزی نداره که کسی بیاد سراغش ازش چیزی بخواد، یعنی موقعیتی نداره که کسی چشم بر موقعیت او داشته باشه. یک درویش، یک نداری، یک حالا کسی که قناعت پیشه کرده. یا به تشویش و غصه راضی شو، تشویش به معنای پریشانی است. میگه یا با همین وضعیتی که الان هستی بساز، یا جگربند پیش زاغ بنه. جگربند مجموعه جگر و شش و دل هست. منظور از این که جگربند رو بنداز جلوی زاغ، زاغ جگر رو خیلی دوست داره، علاقه داره و میخوره، ازش اینه که یا بیا جونتو بنداز در خطر، یا به تشویش راضی شو، یا جگربند پیش زاغ بنه. این نتیجهش اینه. خب در نظر بگیرید یک شخصی اومده از سعدی یه درخواست شغل اینگونه ای کرده، و سعدی هم در پاسخ بهش در قالب یک نصیحت گفته همین قناعت پیشه بکنی بهتره، خطرناکه بخوای در دربار پادشاه کار بگیری. و مسلما اون طرف هم براشفته میشه اگر خردمندانه نبینه این نصیحت سعدی رو، که این اتفاق هم میفته، براشفته میشه و این رو میگه: این سخن موافق حال من نگفتی و جواب سؤال من نیاوردی، نشنیده ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد؟ طرف رو میکنه به سعدی، میگه مرد حسابی من از تو کار میخوام، میگم تو این وضعیت بدم زندگیم، زن و بچه‌ام رو زمین موندن، کار میخوام، با تو من میگی که در دربار پادشاه کار نکن، خطرناکه، یا به همین تشویش و غصه راضی بشو، در غیر این صورت با جگرت رو جلوی زاغ بذاری، یعنی جونت رو ممکنه از دست بدی یا شرایطت ممکنه بغرنجتر شه. جواب سوال من این نیست، نشنیدی که هر کی خیانت میکنه و کار خلاف میکنه، تخلف میکنه، باید از حساب کتاب بلرزه؟ چرا من باید بلرزم از حساب و کتاب وقتی نمیخوام تخلفی بکنم؟ میخوام برم در دربار پادشاه کارم رو درست انجام بدم، حقوقم رو بگیرم، زن و بچه‌مو، زندگیشونو بچرخونم. راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شده از راه راست. این رو اون شخص به سعدی میگه، میگه کسی که صراط مستقیم رو پیش میره اصلا رضای خدا هم در همین راهه. من کسی رو ندیدم که کار درستی انجام بده و بعدش عقوبت ببینه، عتاب و خطاب ببینه. که چرا همچین فکری میکنی که من یا باید به این تشویش راضی بشم یا جون خودم رو در خطر بندازم، وضعیتم بغرنج ترشه. و حکما گفتند، این رو در ادامه همون شخص میگه: چهار کس از چهار کس به جان برنجند، چهار قشر از چهار قشر از اعماق وجود و از درون از صمیم قلب میترسن. حالا کیا هستن؟ حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روسپی از محتسب.
در تأیید صحبتی که در بالا کرده بود داشت به سعدی میگفت، میگفت که هر که خیانت میکنه و تخلف میکنه، کار خلافی میکنه، باید پشتش از حساب و کتاب بلرزه. من که نمیخوام خلاف کنم پیش پادشاه، میخوام برم کارمو بکنم. این مثالو میاره، میگه چهار دسته از چهار دسته میترسن که دقیقاً هم متضاد هستن. حرامی از سلطان، حرامی معانی بسیاری داره، اما در اینجا منظور راهزن هست. یکی از معانی حرامی راهزن هست. میگه راهزن از سلطان میترسه، دزد از پاسبون میترسه، فاسق از غماز میترسه. فاسق یعنی تبهکار، کسی که تخلف میکنه، خلافکار. غماز یعنی سخنچین، کسی که حرف میبره میاره. میگه کسی که تخلف میکنه، کار خلافی میکنه، از سخنچین میترسه، میترسه که برن لوش بدن. و خب روسپی از محتسب. زن بدکار هم از محتسبی میترسه که مأمور در حقیقت اجرای احکام دینه. و مسلمه اینا با هم در تضادن، از هم میترسن دیگه. و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟ این رو بسیار شنیدید، ضرب المثل بین ما میگه. و خب این دوتا با هم در تضادن و این چهار قشر از اون چهار قشر دارن میترسن، چون دارن کار خلافی رو مرتکب میشن. منی که نمیخوام کار خلافی مرتکب بشم، و چرا میترسونی از خدمت و کار کردن در دربار پادشاه؟ وان را که حساب پاک است، از محاسبه چه پاک است؟ چرا من باید بترسم؟ مکن فراخ روی در عمل، اگر خواهی که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. تو پاک باش و مداری برادر از کس باک، زنند جامه ناپاک گازران بر سنگ. این عمل که عرض کردم، یعنی شغل اداری و دیوانی و در حقیقت شغلی که در دربار پادشاهی باشه، میگه مکن فراخ روی در عمل. وقتی در مسند قدرت نشستی، فراخ روی نکن، زیاده خواهی نکن، که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. وقت رفع میشه وقت تعیین و محاسبه درآمد و عایدی. میگه وقتی سر کاری میشینی صادق باش و فراخ روی نکن، زیاده خواهی نکن، که وقتی حساب و کتابت میرسه، نگران این که چه اتفاقی داره برات میفته نباشی، مجال دشمن تو هم تنگ باشه، نتونه تو رو مؤاخذه کنه، نتونه تو رو محکوم به زیاده روی یا خدای نکرده تخلف بکنه. تو پاک باش و مداری برادر از کس باک، شما پاک باش، شما پاک زندگی بکن، از هیچ کی هم نترسم، سینه سپر برو جلو. زنن جامعه ناپاک گازوران بر سنگ. گازوران یعنی کسایی که رخت شویی میکنن، لباس میشستن، جامعه رو بر سنگ میکوبیدن یا با چوب به جامعه میزدن تا بشورنش دیگه. میگه شما پاک باشی، قرار نیست چوب بخوری. اونی که اون جامعه که چوب میخوره جامعه ناپاکه، برای همین میشورنش. بنابراین من نگران این موضوع نیستم، من از تو درخواست کردم برای من کار پیدا بکنی، حالا تو چرا دو روی سکه رو به من نشون میدی؟ من اصلا با اون روش که ممکنه دوچار مشکل بشم که کاری ندارم. سعدی متوجه شد این بنده خدا نمیفهمه سعدی داره چی میگه، یه حکایتی براش گفت. گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست، که دیدندش گریزان و بیخیشتن افتان و خیزان. رو کرد به یارو گفتش که ببین، میدونی حکایت کی مناسب توه؟ حکایت اون روباه مناسب توه که یه لحظه دیدنش داره افتان و خیزان، از خود بی خود و گریزان میدوه، همینجوری نمیدونه چی، ترسیده و داره فرار میکنه، پا به فرار گذاشته. کسی گفتش چه آفت هست این که موجب چندین مخافت است؟ چرا اینجوری داری میکنی؟ مخافت یعنی ترس. لازم یکی به روباه میگه تو چه شده، چرا اینجوری داری میدوی، از چی ترسیدی، چه آفتی رسیده به تو؟ گفت شنیدم شتر را به سخره میگیرند. به سخره گرفتن یعنی بیگاری کشیدن، بی مزد کار کردن، کار گرفتن از کسی. میگه یه لحظه روباه برگشت، از اون کسی که ازش پرسیده بود چته چرا داری در میری این شکلی ترسان و لرزان، برگشت گفت من شنیدم دارن از شتر بیگاری میکشن و خب یعنی میترسم که از من هم بیگاری بکشن. و خب اون طرف پاسخ میده بهش، گفتند شیفته لایعقل، شتر را با تو چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت. رو کردن به روبا گفتن آخه تو دیوونه شیفته که عقلت سر جان، لایعقل به کسی میگن که قدرت درک چیزی رو نداره، شو دیوونه ای تو؟ خب آخه از شتر دارن بیگاری میکشن، چه ربطی به تو داره؟ تو چه وجه شبهی با شتر داری؟ چه مناسبتی با تو داره؟ قیاس اصلا قیاس محل فارغه. گفت خاموش، اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تلخیص من باشد تا تفتیش حال من کنند. دارید به من چی میگید؟ هیچی نگید،
خاموش، اصلا نگید که من شطور نیستم، خودم میدونم من روباهم، خر که نیستم که، میدونم که من روباهم شطور نیستم، ولی اگر حسودانی که درگیر این وضعیت هستن بخوان من رو هم به وضعیت شطور دوچار بکنن و با غرض بیان بگن اینم شطور رو اینم بار سوار بکنید، کرا غم تلخیص من باشد. تلخیص اینجا به معنای در حقیقت رهاندن و خلاص کردن هست. میگه کی اون موقع غم خلاص کردن و رهاندن منو میخوره؟ تا تفتیش حال من کند. تفتیش حال یعنی پرسجوی حال و احوال. یکی اون موقع به فکر من اگه من درگیره همچین موضوعی بشم. و تا تریاق از عراق آورده باشند مارگزیده مرده باشد. مثالی هستین، مثلی بوده در قدیم که برای مارگزیده باید پادزهر رو از عراق می آوردن. میگه اگه من توی همچین وضعیتی دوچار بشم که تا برن پادزهر رو از عراق وردارن برای من بدبخت مارگزیده بیارن، که من هفت کفنم پوسوندم که بار روی دوش من سوار شده، من هم دارم مثل شطور بیگاری میدم بهشون. که همچنین تو را فضل است و دیانت و تقوا و امانت، اما متعنتان در کمینند و مدعیان گوشه نشین. متعنت به معنای حسود هست، کسی که میخواد نعمت بقیه رو هم ازشون بگیره، و خب مدعیان هم که مشخص هست، کسایی که ادعای در حقیقت مال و منصب اون آدم رو میکنن. میگه تو هم حکایت همون روباهه هستی، تو حالا حالیت نیست من دارم به تو چی میگم. تو درسته دیانت داری، تقوا داری، امانت دار هستی، خیشتندار هستی، اصلا کار درسته، اصلا میری کارت هم درست انجام میدی، اما حسودان و کسانی که چشم به منصب تو خواهند داشت تو رو راحت نمیذارن اون موقع. اگر آنچه حسن سیرت توست به خلاف تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی، کرا در آن حالت مجال مقالت باشد. حسن سیرت اینجا یعنی نیکو رفتاری. میگه اگه این حسن سیرت تو و رفتار نیکوی تو رو، این امانت داری تو رو برن پیش پادشاه یه گونه دیگری بچرخونن و تقریر کنن این حسودان و این مدعیان، اون موقع کی یارای حرف زدن جلوی پادشاه رو داره؟ در آن حالت مجال مقالت برای کی باشه؟ مقالت یعنی صحبت کردن، در حقیقت گفتار. تو اون وضعیت کی میخواد حرف بزنه؟ حکایت همون روباهه میشی. پس مصلحت آن میبینم که ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گویی. بنابراین من اگه از من سعدی داری میپرسی، اگه اومدی از من پند و اندرز میخوای، من دارم به شما میگم این ملک قناعت رو حراست بکنی و ازش نگهبانی بکنی، یعنی قانع باشی در زندگیت، این اندک تشویش رو به دوش بکشی، از دیدگاه من بهتره تا اینکه تفکر ریاست در دربار پادشاهی رو بکنی. ترک ریاست بگی بهتره. و بیت بسیار زیبایی داره که بعداً مجدداً بهش برمیگرده. به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. بله، در دریا منافع بسیاری هست. کسی که این کاره باشه بره در دریا، بی نصیب بر نمیگرده، بالاخره یه سیدی میکنه، یه چیزی نصیبش میشه. بله، منافع بسیاری در دریا نهفته است، اما اگر شما ایمنی میخوای و اگر سلامت میخوای، بر کنار است، کنار ساحل باید بشینی. اگه تجربهشو نداری، تو هنوز نه بیم موج رو دیدی و اون گرداب حایل دریا رو دیدی که بخوای همینجوری بزنی به دریا، شما تجربهشو نداری. این اون سکه دریا هم دو رو داره، یه روش منفعته، یه روش هم ممکنه مرده بدن موج پست بزنه برسونه به ساحل. ایمنی و سلامت بر کناره، بر کنار ساحل نشستن. اما قناعت پیشه کن، ترک ریاست گویی کن. بگذاریم. رفیق این سخن بشنید و به هم برآمد، روی در هم کشید و سخنان رنجش‌آمیز گفتن گرفت، که این چه عقل است و کفایت و فهم و درایت. چی این همه به من گفتن تو عقل و فهم و هوشمندی و کفایت و درایت داری؟ سعدی اینه، ابروهاشو کشید تو هم، روی در هم کشید و خب سخنان ناراحت کننده ای رو به سعدی گفت، که این همه به تو میگن عقل داری، این همه آدم خردمندی هستی، اینه چی داری میگی به من؟ من دارم به تو میگم وضعیت زندگیم خرابه، میخوام برم خیلی صادقانه در دربار پادشاه کار کنم، این خزعبلا چیه تحویل من میدی؟ قول حکما درست آمد که گفتند، دوستان در زندان به کار آیند، که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. میگه این حکیمان درست گفته بودن که شما تو زندان دوستتو میشناسی. منظور از زندان اینجا موقع تنگ دستی و موقع مشکله،
که آره دوستانت رو موقع مشکلاتت میشناسی، ولی وقتی سفره پهنه که خب همه مثل دوست با رفتار میکنه. اینا رو داره به سعدی میگه، حالا انگار به زور خواسته بوده ازش سعدی که بیاد باش مشورت کنه، خودت اومدی مشورت کنی. و خب ادامه هم میده، دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادرخواندگی، دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. لاف که یعنی ادعای بی اساس. میگه دوستونی نیستش که وقتی نعمت داری لاف برادر خوندگی بزنه بیاد خودشو برادرتو جا بزنه، دوستونیه که وقتی من پریشان حال و درماندم بیاد دست منو بگیره، نه تویی که الان ازت یه کمک خواستم داریم نمیخوای کمک هم کنی این حرفا رو میزنی. و خب سعدی هم که قاعدتا از بالا به پایین به این مسئله نگاه میکنه، خردمند به هر حال، ناراحت شد از این موضوع و دید که این آدم متوجه نمیشه این چی داره میگه. دیدم که متغیر میشود و نصیحت به غرض میشنود. یعنی دیدم هی حال و احوالش عوض میشه، براشفته میشه، نصیحت من رو هم با غرض ورزی داره گوش میکنه، با پیش زمینه ذهنی داره بهش گوش میکنه. به نزدیک صاحب دیوان رفتم، به سابقه معرفتی که میان ما بود و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نصب کردم. خب منم مراوده‌ای داشتم با دربار و دیوان پادشاه، رفتم بالاخره صحبتی کردم، از کانکشنام استفاده کردم، از به واسطه معرفتی که میان ما بود، یعنی به واسطه شناسایی و آشنایی که میان ما بود، صورت حالش بیان کردم، یه مقداری از این بنده خدا صحبت کردم و اهلیت و استحقاقش بگفتم. اهلیت به معنای شایستگی است، استحقاق هم به همین معنی سزاوار بودن. میگرفتم یکمی از این تعریف کردم، گفتم آدم سزاواریه، آدم راست و درستیه، آدمی است که در صراط مستقیم مشغوله. یه کار مختصری این رو منسوبش کردن. کار مختصر یعنی کاری که خیلی کار مهمی هم نبود، این کار کم اهمیتی بود که خطرناک هم نباشه براش. و خب پاسخ داد دیگه درخواسته یار. روزی چند بر این برآمد، لطف طبعش بدیدند و حسن تدبیرش بپسندیدند، کارش از آن درگذشت و به مرتبه برتر از آن ممکن شد. یه چند روزی، یه چند وقت، این چند روز ساده نیست، چند وقتی، چند دوره ای رو نشست سر اون کار مختصری که بهش داده بودند و خب لطف طبعش رو دیدن. لطف طبع به معنی نیکو سرشتی است. میگه دیدن آدم درست حسابیه، حسن تدبیرش رو هم دیدن، که دیدن آدم کاردانیه و خب خیلی دیری نپایید که از اون مرتبه کار در حقیقت مختصر و کم اهمیت رتبه اومد بالا و مرتبه برتر از آن ممکن شد، براش برقرار شد. همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت سلطان و مشارون الیه و معتمدون علیه گشت. مشارون این مقرب شدن یعنی نزدیک شدن، مشارون الیه یعنی ساده بگم مشاوره در حقیقت پادشاه شد، یعنی کسی که بهش اشاره میشه، کسی که مورد مشورت قرار میگیره رو بهش میگن مشارون الیه و معتمدون علیه هم که خب یعنی مورد اعتماد. اینقدر این نجم سعادتش هم، یعنی این ستاره بخت و اقبالش هم اینجوری در حال ترقی بود و این روز به روز پله های موفقیت رو اون آدم در مینوردید و کم کم به اوج ارادت پادشاه رسید، نزدیک پادشاه شد، تبدیل شد به مشاور پادشاه و معتمد پادشاه. و خب سعدی هم که نشسته بوده با خودش پس از چندی فکر میکرده، داشته خوشنود میشده از این کاری که نظرش برگشته بود، از این که خب حالا یه نفره هم که در کارش بسته است ممکنه به نتیجه برسه اگر کمی صبر بکنه و همیشه هم در دل شکستگی ناامیدی نیست، مثل که یه وقتایی نتیجه میده. بر سلامت حالش شادمانی کردم و گفتم ذکار بسته میندیش و دل شکسته مدار، که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. به همون مسئله چشمه آب حیات اشاره میکنه که خضر در تاریکی بهش رسید، یعنی در یک مکان تاریکی رفت و این به چشمه به آب حیات دسترسی پیدا کرد. کار بسته اشاره از کار دشواره، میگه یه وقتایی که درها همه بسته میشه نباید مثل که آدم دلش رو شکسته ببینه، نباید دل شکسته بشه. بالاخره در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است، مثل آب چشمه حیوان درون تاریکیه. بالاخره ممکنه ورود کرده باشیم به تاریکی، اما ممکنه آب حیات رو پیدا بکنیم. الا لا یجعرن خلبلیه
فل رحمانه الطاف خفیه، یعنی کسی که درگیره و گرفتاره نباید ناله و زاری بکنه. فل رحمانه الطاف خفیه، چون برای خداوند مهربان الطاف نهانی در کاره، بالاخره در نهان لطفش رو میرسونه. منشین ترش از گردش ایام که صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. ترش رو نباش، اخم نکن، درگیر نشو، گردش ایام رو تحمل کن که صبر در انتها ممکنه به تو تلخی بده ولی بر و میوه شیرینی داره. مثل که این آدم هم رفت و در دربار پادشاه مشغول شد، رتبه های ترقی رو هم پله های ترقی رو یک به یک در نوردید و این تلخی براش بر شیرینی داشت گویا. مرا در آن غربت با طایفه یاران اتفاق سفر افتاد، چون از زیارت مکه باز آمدم دو منزلم استقبال کرد. این دو منزل استقبال کردن یعنی استقبال درست درمون کردن، به استقبال آدم آمدن. میگه منم دیگه تموم شد، این ماجرا تموم شد و رفتم، منم یه حجی رفتم با دوستانم، رفتم حج و برگشتم و وقتی برگشتم دیدم این آدم همین آدمی که از من نارضایتی داشت حالا کارش جور کرده بودن، یهو اومد به استقبال من، درست درمون اومد به استقبال من، کمی هم ناخوش احوال بود. ظاهر حالش دیدم پریشان و در هیئت درویشان. در هیئت درویشان یعنی این هیئت یعنی حال و چگونگی شکل و شمایل و صورت. میگه یکم پریشان دیدمش، ریخت و قیافش دوباره مثل درویشا و ندارا شده بود. گفتم حال چیست؟ گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت چنان که تو گفتی طایفه حسد بردند و به خیانتم منسوب کردند و ملک دام ملکهو در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود و یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمه حق خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند. طرف برمیگرده به سعدی میگه همونجور که گفتی شد، من رفتم پله‌های ترقی رو هم طی کردم و تبدیل به امین پادشاه شدم، مورد اعتماد پادشاه قرار گرفته بودم، به من اعتماد داشت، معتمدش بودم، مشورت با من میکرد و خب یه طایفه‌ای که چشم به مقام من داشتن حسادت ورزیدند و به خیانتم منسوب کردند و خب من رو خائن خطاب کردند و ملک دام ملکه او این ملکش همیشه برقرار باشه، در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود. استقصا به معنای تمام و کمال کوشش کردن و به نهایت چیزی رسیدنه. میخواد بگه پادشاه حالا احتمالاً درگیری های متفاوتی داشت، اونقدری که باید جستجو نکرد، کنکاش نکرد که حقیقت رو پیدا کنه که اینا دارن دروغ میگن. و از اون طرف یاران قدیم و دوستان حمیم، حمیم هم به معنای گرم و صمیمی، میگه اون یاران قدیمی من در دربار پادشاه که باشون کار میکردن، دوستان صمیمی من هم که بودن، از کلمه حق خاموش شدن، حرف حق رو نزدن، نیومدن از من دفاع بکنن و صحبت دیرین فراموش کردن و این همنشینی و معاشرتی که من مدت ها باشون داشتم اصلا انگار از خاطر بردن و خب پادشاه هم منو عزل کرد و حالا منو در بندم انداخت. اینو یه مقداری اگه عرض کردم اول اپیزود همسنگ اتفاقات امروز بکنیدش قشنگ درکش میکنید. بالاخره پادشاه دیگه درگیری داره، اگه احساس بکنه در خطر افتاده ممکنه چه میدونم حتی رئیس دستگاه اطلاعاتی خودش رو هم عزل بکنه، چه میدونیم. مثلا میگم ما نبینی که پیش خداوند تخت تواضع کنان دست بر برنهند، چو بینند کارش ز دست افتاد همه عالمش پای بر سر نهند. اصلا چقدر زیباست، این خداوند تخت یعنی صاحب تخت و پادشاه. حالا کی داره اینو میگه؟ اون طرف داره به سعدی میگه، میگه ندیدی اینجوری؟ سعدی به شما گفت عزیز من شما پند و گوش نکردی. نبینی که پیش خداوند تخت تواضع کنان دست بر برنهند، میگه ندیدی شما وقتی که همه در بر پادشاه میان همه تواضع میکنن دست به سینه جلوش وای میستن، چو بینند کارش ز دست افتاد همه عالمش پای بر سر نهند. طرف از اسب قدرت که پیاده میشه همه لگد کوبش میکنن، فقط کافی از اسب افتاده باشه، سجایای اخلاقیش که قرار نیست برای شخصیت بسازه در حاکمیت و قدرت، که فقط کافی از اسب قدرت افتاده باشه. فل جمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این روزها که مژده سلامت حجاج برسید، از بند گرانم خلاص کردند و ملک موروثم خاص. میگه انواع عقوبت رو هم به من دادن، من بدبخت و شکنجه به من دادن، عذاب به من دادن، آبروم رفت، منو بیرونم کردن، گرفتار بودم و
متوجه شدم که مثل که حجاج دارن سلامت بر میگردن، اونهایی که رفته بودن حج که شما هم در حقیقت بینشون بودی و به این واسطه از بند گرانم خلاص کردن که حجاج سلامت رسیدن. یه قاعده ای داشت حجاج که برمیگشتن یه عفو عمومی اعلام میشد معمولا، به همین واسطه من رو هم از اون بند گران خلاص کردن، از زندان رها کردن و ملک موروثم خاص. ولی ملکی که از کار پادشاهی به من رسیده بود رو مصادره کردن، از من گرفتن و خب من دوباره ندار و بدبخت شدم. دقیقا شبیه اینه که میرن داخل حاکمیت، پله ها رو با پاچه خاری یکی در میون طی میکنن میرن بالا و در انتها بالاخره معمولا نمیدونم دقت کردید یا نه، مافیا افراد خودش رو هم رحم نمیکنه و میخوره. این اتفاق معمولا میفته در حاکمیت و در عوالم قدرت، میرن تا اون بالا و بعد هر آنچه دارن رو باید تقدیم بکنن و مجددا بیان پایین برای منافع اونی که بالای سر همه ایستاده. بگذاریم. گفتم آن نوبت اشارت من قبول نکردی، که گفتم عمل پادشاه چون سفر دریاست، خطرناک و سودمند، یا گنج برگیری یا در طلسم بمیری. میگه آن نوبت سعدی داره پاسخ میده، میگه اون موقع من به تو گفتم، تو حرف منو گوش نکردی، رنجیدی، اون نمیخوای پند بشنوی، چرا می از من درخواست پند و اندرز میکنی، مشورت میکنی؟ من موقع اشارت کردم تو قبول نکردی، به تو گفتم عمل پادشاه یعنی شغل در دربار پادشاه، کار دیوانی گرفتن مثل سفر در دریاست، خطرناکه و سودمند، یعنی دو روی سکه داره، یا گنج برگیری یا در طلسم بمیری. طلسم چیزیه که قدیم جادوگران بر سر دفینه ها و گنجینه ها ترتیب میدادن که کسی بهشون دستبرد نزنه. یا گنج رو میگیری یا در طلسمی که روی این گنج برای تو گذاشتن آخر سر جونت رو از دست میدی. حالا تو کلا شانس آوردی، از بند رها شدی. یا زر به هر دو دست کند خواجه در کنار، یا موج روزی افکندش مرده بر کنار. اینجوریه دریاش، یا زر نصیب تو میکنه یا یه روز این موج مرده تو رو میاره دم ساحل. من به تو گفتم تو گوش نکردی. مصلحت ندیدم از این بیش، ریش درونش را به ملالت خراشیدن و نمک پاشیدن. میگه دیگه این ریش درون یعنی این جراحت دل، میگه دیگه دیدم خودش مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی همینه. دیگه دیدم خودش بنده خدا حالا احوالش خوب نیست و این ریش درونش، این جراحت دلش به اندازه کافی ملالت بار هست. حالا من این ریش و این زخم رو نخراشم و این نمک هم روش نزنم که بیشتر بسوزه. بدین دو کلمه اختصار کردم، حرفم رو مختصر کردم و کفایت کردم به همین دو کلمه حرف. ندانستی که بینی بند بر پای، چو در گوشت نیامد پند مردم. دگر ره گر نداری طاقت نیش، مبر انگشت در سوراخ کشتو. میگه تو تخمین نمیزدی که یه روز بند بر پای خودت ببینی، خودت رو اسیر و گرفتار ببینی، چون در گوشت پند مردم، پند من سعدی نیومد. اگه طاقت نیش خوردن اینجوری نداری دیگه در سوراخ کجدون، در جایی که عقرب هست انگوش نکن خواهش. من به تو یه بار گفتم گوش ندادی، این دفعه میگم گوش کن. چقدر سعدی خوبه، چقدر خوبه که ما به سعدی بیشتر گوش بکنیم. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.